بینندگان عزیز تلویزیون لایه کارگر سلام و درود بر شما. مریم امانی هستم و برنامه این هفته تلویزیون لایه کارگر رو خدمتتون ارائه میدم. رویدادهای سیاسی هفته، مجله کارگری و نکاتی چند پیرامون اعتراضات مردمی در چند شهر کردستان در حمایت از کولبران عناوین برنامه این هفته ماست. امیدوارم تا آخر برنامه همراه ما باشید. شاهد گسترش هرچی بیشتر اعتراضات توده‌ای هستیم. بعد از حمایت مردم شهرهای بانه، کامیاران و سنندج از کولبران، در روز چهارشنبه این هفته رانندگان شرکت واحد در حمایت از همکار زندانی خود رضا شهابی و در پی فراخوان سندیکای شرکت واحد گرد همایی اعتراضی پرشوری را به نمایش گذاشتند. ادامه گفتار رو از ارژنگ بامشاد میشنویم. خب با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان تلویزیون راه کارگر، در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته روی نکاتی که بیشتر در جامعه باش درگیر هستیم تاکید میکنم. اولین مسئله این هستش که ما شاهد یک نوع خیزش از پایین، یعنی جنبش اعتراضی از پایین هستیم که به نظرم بسیار امیدبخش هستش. ما بعد از اون که اون حرکت بزرگ مردم کردستان را داشتیم در دفاع از کولبران که این همبستگی بسیاری هم در بسیاری از بخش‌های دیگه ایران را دامن زد و مسئله کولبران را به شکلی مطرح کرد، تا جایی که خب چیزهای مختلفی دربارش نوشتن که خلاصه یک عده پولبر هستن یک عده کولبر هستن، و این خودش یک حرکتی بود که بسیار مهم بود. تنها مسئله حرکت و اعتراض مسئله کردستان نبود، ما شاهد حرکت‌های کارگری هستیم که جوانه‌هاش داره شکل می‌گیره. در روز چهارشنبه اون اعتراض سراسری که رانندگان اتوبوس‌های BRT تهران کردن بسیار جالب بود. طرحشون از پیش نظرسنجی کرده بودن تاکتیکی را که باعث اعتراض کنن و به این نتیجه رسیده بودن که سرعت این اتوبوس ها را به 20 کیلومتر برسونن و چراغاشون رو روز چهارشنبه روشن کنن. این جالب هستش که نیروهای حراست، نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس به شدت واکنششون دادن. اولا تلاش کردن در بعضی از اتوبوس ها مامورای امنیتی کنار راننده ها بنشونن، در بخشی از جاها نیروهای حراست و پلیس رفتن وقتی چراغ روشن بود اون اتوبوس را به توقفگاه هدایت می‌کردن. با این حال این حرکت اعتراضی حرکت بسیار موفقی بود. حرکت اساساً در اعتراض به دستگیری رضا شهابی به فشاری که بر زندانیان سیاسی میره، چون میدونیم که الان رضا شهابی در سابقه ازاست نزدیک بیش از 30 روز هستش، همراه اون 18 نفر یا بیش از 18 نفر از زندانیان رجای شهر در اعتصاب قضا هستند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هیچ واکنشی به این قضیه نشون نمیده و سعی میکنه که این شدت عمل نشون میده، چون حاکمیت بعد از اینکه متوجه شده که فشار و خصلت انفجاری جامعه داره بالا میره، هر روز یه جای حرکت هست، تلاش میکنه که با نشون دادن دندون وضعیت خودش نشون بده. ما در این هفته گذشته شاهد جلسه فوق‌العاده، یعنی نشست فوق‌العاده یا کنگره فوق‌العاده و کنگره عادی تشکل‌های صنفی استان‌های مختلف بودیم، در استان خراسان برگزار شد. در اونجا هم وقتی این حرکت شکل گرفت و خود این حادثه بزرگی هست، دیدیم که در روز سه‌شنبه محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون را به بهانه‌ای که قبلا داشتن دستگیرش کردن، به زندان بردن تا نشون بدن که نمیخوان در مقابل حرکت‌های مردم سکوت کنن. چرا؟ برای اینکه این خصلت اعتراضی که داره شکل میگیره، یعنی خود حرکتی که کارگرای شرکت واحد کردن، بعد اعتراضاتی که الان داره سازماندهی میشه که در 23 روز شنبه برگزار بشه، 25 شهریور بازنشستگان دارن حرکت سازمان میدن، اینا نشون دهنده اون جوونه های حرکت های سازمان یافته و همبسته بخش های مختلف مردم هستش که حرکت های بسیار امیدبخشی هست. یعنی از اون طرف هم همبستگی که با زندانیان سیاسی داره شکل میگیره، با زندانیان صورت میگیره، نشون میده که این اون عنصری هستش که رژیم وحشت کرده. وحشتش تا جایی هست که مثلا حتی
خانم راحله راحمی پور که برادرش رو در دهه 60 اعدام کردن و یک بچه نوزاد داشت و بچه نوزادش حالا با 30 سالش باشه و از سرنوشتش خبری نیست و این عمه تلاش میکنه که از سرنوشت این بچه خبری داشته باشه و این هم پریروز دستگیرش کردن به جرم حق‌خواهی. یعنی ابعاد سیاست سرکوبی که رژیم در نشون میده نشون دهنده این هستش که از وضعیتی که در جامعه هست نگران هستن. اینجا اونجا هم شاهد این هستیم که بعضی از حتی خود آخوندهایی که رو منبرها میرن متوجه شدن که اوضاع به شدت نارضایتی پابالاست، وضعیت مردم نگران کننده است و جوانه های حرکت های جمعی داره شکل میگیره. خب این وضعیتی هستش که ما درش به لحاظ خبری همه در جریان هستیم، یعنی میدونیم چه خبره، ولی این جوانه های امید که داره شکل میگیره، این حرکت های توده ای که داره شکل میگیره، یا همبستگی هایی که داره شکل میگیره تو این رابطه، با دو تا دشمن مواجه هستن، با دو تا نیرویی که میتونه خطرناک باشه در آینده این جنبش. از یک طرف خود حاکمیت هست، حاکمیت نشون داده که در مقابل این حرکت ها قصد عقب نشینی نداره، میخواد به هر شکلی شده این حرکت ها رو در هم بشکنه، حالا بعضی جاها به شکل تفرقه انداختن، بعضی جاها به شکل سرکوب سازمان یافته، بعضی جاها به شکل دستگیری. مثلا در خود کردستان دیدیم که همزمان که دو تا هیئت فرستادن اونجا، نیروهای بیگانهای ویژه رو فرستادن. یا در مورد مثلا حرکت رانندگان بی ار تی تهران، از اون ور مثلا صحبت میکنن که ما توجه میکنیم به این خواستا، ولی از اون ور نیروهای حراست، امنیت، پلیس و نیروهای انتظامی رو میفرستن که راننده ها را یا دستگیر کنن یا ماشیناشون رو متوقف کنن و پرونده سازی کنن براشون. به این شکل این حاکمیت تلاش میکنه که از این طریق فشاری رو که داره میاره نگذاره که این حرکت ها شکل بگیرن. همزمان میبینیم که در درون خود حاکمیت هم یک نوع همگرایی داره شکل میگیره، چون متوجه شدن که پایین داره به حرکت در میاد، اونا در بالا دارن متحد میشن. منتجبنیا در یک رسول منتجبنیا در یک صحبتی کرده بود، مطرح کرده بود که ما رفتیم پیش مقام رهبری و اونجا تلاش کردیم که مسئله وضعیت اصلاح طلبان رو مطرح کنیم، وضعیت جامعه رو مطرح کنیم، صحبتایی رو کردیم تو اونجا. بعد خواسته بود که مسائل را رسانه‌ای نکنید، درباره حس، درباره مسائل مختلف دیگه رسانه‌ای نکنید و سعی کنیم که از طریق مذاکره و چانه‌زنی‌های محرمانه کار حل کنیم. یعنی در درون حاکمیت هم یک نوع همدلی و همراهی داره شکل میگیره که به شکل متحدی عمل کنن. اون چینش کابینه روحانی کاملا روشن هست که چینشی از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالیون هست، هرچند به اصلاح طلبان چیزی نرسیده. حتی اونها درباره حسن روحانی درباره تمام وعده هایی که داده بود به شکلی همه رو زیر پا گذاشت، حتی در مورد مسئله زنان که مطرح می کردن که قبلا گفته بود من 3 تا وزیر را جاش هم مشخص کرده بودم ولی نشد. حالا صحبت از این است که مقیمی قائم مقام استانداری گفته که انتقام مقام وزارت کشور مطرح کرده که استاندار شدن زنان هم مطرح نیست، یعنی در این حد هم نمیشه به اونا چیز بست، یعنی در اینجا هم نشون میده. یا در مورد حتی وعده هایی که اقلیت ها و اهل سنت هم دادن کاری نخواهند کرد، یعنی مشخصش که اون جنایی که در حاکمیت دست بالا رو داره، یعنی اون کسی که ساختار و قدرت دستش هست، بیت رهبری، سپاه و نیروهای وابسته بهشون، اینا در مقابل حرکت مردم سعی کردن یک سفارایی متحدی داشته باشن و تلاش کنن که از طرق مختلف مانع شکل‌گیری حرکت‌های از پایین بشن که داره جوانه‌هاش اینجا اونجا شکل میگیره، متشکل میشه و بسیار امیدبخش است. خب این یک طرف ماجرا است، یعنی جنبش مردمی که داره خودش را تجدید سازمان میده، داره رو پاش وای میسته و تلاش میکنه که به شکلی متحد و هماهنگ وارد عمل بشه. در سوی مقابل در برابر خودش یک حاکمیتی داره که حاکمیتی است که به شکلی تجربه تاریخی این 30 ساله 40 ساله نشون داده که به شدت بی‌رحم است و میتونه دست به جنایت‌های بزرگ بزنه اگر توانش داشته باشه. یعنی اونجایی که دست به جنایت نمیزنه نشون دهنده اینه که توانش نداره، یعنی بیش از این زورش نمیرسه. در مقابلش از اون ور یک نیروی هست که دشمن این نیروست، اون نیرویی که الان تحت رهبری ترامپ داره سازماندهی میشه، یعنی اون جنگ طلبای آمریکایی. حالا بخش های درون حاکمیت آمریکا هم خودشون یک پارچه نیستن، خود جریان ترامپ هست و جریان نیوکان های حزب جمهوری خواه آمریکا هستن که در کنار هم تلاش میکنن که یک سیاست سختگیرانه در قبال ایران در پیش بگیرن و اینها از یک طرف
دارن در کنار نجات پرستای اسرائیلی و اون شیوخ مرتجع عرب و سعودی تلاش میکنن که یک جبهه باز کنن. دولت آمریکا هم اعلام کرده که ما سعی میکنیم که بر اساس اون استراتژی ایران که نوشته شده توسط وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر رئیس شورای امنیت ملی ترامپ که قراره در ماه دیگه بررسی بشه، در اونجا تصمیم گرفتن که برای اینکه متحدین خودشون به هم نریزن، مسئله برجام را به شکلی حفظ کنن و فشار بر ایران تقویت کنن. خب این فشار بر ایران تقویت کنن، حالا راهکارهاش را بعدا اعلام خواهند کرد، ولی خب مشخص است که اونها یکی از اهرم هایی که دارن به تلاش میکنن تو این اهرم ها روش فشار بیارن و از طریق اون سوء استفاده کنن، نیروهایی هستش که به اونها امید بستن، یعنی اون نیروهای ایرانی که به شکلی در خدمت اونها قرار گرفتن. ما دیدیم تو این چند ماه اخیر که رضا پهلوی رفت با مکین ملاقات کرد و از اون بر نامه نوشت به ترامپ و توضیح داد که ما کاری نتونستیم بکنیم، شما بیاید به کمک ما، یعنی عملا درخواست کرد از ترامپ که بیاد دخالت کنه، همونطوری که دخالت انگلیس باعث روی کار آمدن پسر بزرگ شد و دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد باعث روی کار آمدن پدرش شد، خودش هم اینطور تصوری برای خودش داره و احساس میکنه که دارن بوی کباب داره میاد. از اون طرف میبینیم که مثلا مجاهدین رابطه بسیار نزدیکی با نیوکانهای آمریکایی دارن، با سعودی ها دارن و بودجه های کلانی میگیرن و سعی میکنن که در راستای سیاست های اونا عمل کنن. و همزمان هم ما میبینیم که مثلا حزب دموکرات کردستان یا بخشی از نیروهایی که طرفدار منطقه پرواز ممنوع بودن، خواهان تسلیحات و کمک‌های مادی و مالی از اسرائیل و عربستان هستند، که خود اینا این چنین نیروهایی که به شکلی بی اعتقاد هستن به حرکت مردم ایران، بی اعتقاد هستن به سازمان یا به مردم ایران و بی اعتقاد هستن به قدرت لاعزال مردم ایران، دارن پناه میبرن به نیروهای اون جبهه ارتجایی که شکل گرفته، یعنی مثلث شومی که علیه مردم ایران است. هرچند این مثلث شوم تحت شعار این که ما میخوایم مردم ایران از شر جمهوری اسلامی نجات بدیم وارد میشن، ولی اینجا از اون جاهایی است که دشمن دشمن من دوست من نیست، یعنی دشمن دشمن جمهوری اسلامی، دشمن جمهوری اسلامی به عنوان مثلث شوم متحد مردم ایران نیست، خواهان رفاه مردم ایران نیست، و این اون جایی است که به نظرم تو شرایط فعلی باز به شدت روش حساس بود. همین الان وقتی اسناد که منتشر شده از طرف سازمان سیا، اسناد محرمانه سال کودتای 28 مرداد نشون میده چه بخشی از روشنفکران ایرانی یا نیروهای سیاستمداران ایرانی خریده شده بودن توسط سازمان سیا، به اینا چه نقش مخربی داشتن در اون کودتا و زمین سازی اون کودتا به شکست مردم ایران و شکست دکتر مصدق. بنابراین این درس تاریخی درسی است که الان همه نیروهای سیاسی، همه فعالان مدنی، همه کنشگران عرصه‌های اجتماعی باید متوجه باشند که هر نوع درگیر شدن یا همسو شدن با نیروهایی که پروژه بگیرهای نیروهای امپریالیستی یا نیروهای مرتجع منطقه هستند، حالا به هر شکلی کمک میگیرن، اینها میتونن در آینده در سرنوشت مردم ایران نقش بسیار مخربی بازی کنن. ببینید الان که فرصت تاریخی داره شکل میگیره که مردم به صورت مستقل عمل کنن، به صورت مستقل روی پای خودشون وایسن و شاهد شکل‌گیری تشکل‌های در میان مردم هستیم، بخش‌های مختلف مردم که معترضان دور هم جمع میشن، با این وضعیتی که الان شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردن، امکان اینکه پیوندهای بسیار نزدیکی در بخش‌های مختلف جامعه شکل‌گیری وجود دارن، خیلی باعث هوشیار بود که از یک طرف به امیدی به جناح‌های رژیم نبندیم و به اونا به وعده‌های کنان میدن، ترفندهای کنان میدن، اونا رو شناسایی کنیم و در مقابلش وایسیم به خط مستقل خودمون پیش بریم، و از اون ور تمام نیروهایی که به شکل پروژه بگیرهای خارجی هستن، حالا این پروژه از هر کسی به هر جایی میخواد باشه، اینها در خدمت مردم ایران نیستن. ما تاریخ ما چه در دوران مشروطیت و چه در بعد از مشروطیت همه جا نشون داده وقتی که نیروهای وابسته به نیروهای خارجی هستن، چه زمانی که بهشون میگن انگلوفیل یا روسوفیل یا نیروهای طرفدار آمریکا، هر نیرویی که هستن، این نیروها نمیتونن در راستای منافع مردم ایران باشن، چون ایران کشوری است که به لحاظ استراتژیک در یکی از حساس ترین مناطق جهان قرار داره به لحاظ وضعیتی که توش هست.
بزرگترین منبع تامین انرژی جهان در خاورمیانه است و در بخش اعظمش ایران در اونجا حضور داره و اینها جایی نیست که بخوان ازش چشم بپوشن. یعنی اون کودتایی که علیه مصدق صورت گرفت کودتایی بود که برای نفت بود و میخواستن نفت ایران به دست ایرانیان نیفته. حالا هم همون طرحو دارن، همون هست که امکانات ایران، تسلط ایران بر منابع نفتی و گازی خودش از یک سو بر منطقه و اون بزرگ رایی که خلیج فارس به دریای عمان شکل میده تو اونجا به وجود داره، اینا جایی نیست که بشه براحتی از خیرش بگذرن. به این لحاظ هستش که تلاش میکنن به شکلهای مختلف ایران را به عنوان کشوری که تحت کنترل خودشون در بیارن و حالا هرچند دولت جمهوری اسلامی را به عنوان دولت یاغی که در راستای منافع اونا اونطور که اونا میخوان نیست، ولی خواهان یک دولت دموکراتیک، دولت مردمی نیستن. تجربه سرنگونی دکتر مصدق نشون داد، حالا هم همین حادثه است. بنابراین هوشیاری نسبت به تمام نیروهایی که به شکلی به پروژه های امپریالیستی یا مرتجعان منطقه وابسته هستن یکی از عواملی است که بایستی بهش توجه کرد و ما باید بیش از هر چیز تاکید کنیم برای سازمان یابی مستقل مردم خودمون، متشکل شدن بخش های مختلف مردم و همسو شدن اینا. به اینجاست که اون جویبارهای مختلفی که در کنار هم هستن، یعنی حرکت کارگران، حالا کارگران سندیکای شرکت اتوبوسرانی شرکت واحد است، سندیکای نویشکر هفته پس، تشکل بازنشسته های فرهنگی، پرستاران، تمام بخش های بازنشسته های لشکری و کشوری هستند تو این رابطه، اون وضعیتی که زنان ایران دارن، تشکل های زنان و خواست های زنان و در کنار این مسئله ملیت ها و خواست هایی که ملیت های تحت ستم ایران دارن، خواست هایی که اقلیت های مذهبی ایران دارن، اینا تمام جویبارهایی هست که میشه اینها را در کنار هم متحد کرد و به حرکت در آورد. این نیروز که هم میتونه در مقابل اون ارتجاع حاکم، یعنی اون حاکمیت و استبداد دینی مقاومت کنه و خودش از شرش نجات بده و هم در مقابل تمام توطئه‌هایی که از خارج شکل میگیره، چه توطئه‌هایی که از طریق نجات پرستای اسرائیلی صورت میگیره، چه شیوخ و مرتجع عرب و چه نئوکان‌ها و جنگ طلبان آمریکا و نئوفاشیست‌های حول ترامپ، همه این نیروها رو میشه در مقابلشون وایساد به شرط اینکه این نیرو نیروی مردمی خودش مستقل عمل کنه. در میزگرد کارگری این هفته رفقا یوسف آخون، امیر جواهری و جلال نادری ضمن نگاهی به مهمترین خبرهای کارگری هفته به بررسی سند کارگری مصوب کنگره اخیر سازمان پرداختن که توجه شما بینندگان عزیز رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. با امیر جواهری و یوسف آخون در خدمت شما هستیم و طبق قولی که داده بودیم امروز هم در رابطه با سند کارگری که در کنگره اخیر را کارگر تصویب شد میخوام که صحبت داشته باشیم. ولی قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنیم که در واقع قسمت دوم بحث ما میشه، اول از امیر جواهری خواهش میکنم که مهمترین اخباری که در هفته گذشته اخبار کارگری که بوده اول اونا رو به طور خلاصه به اطلاع بینندگان عزیز برسونه و بعد به بحثمون بپردازیم. امیر جواهری. من نیز متقابلا به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر از سلام درود دارم و همینطور به شما رفقای گرامی. من شفاف کنم که بسیار خرسندم از اینکه در جمع ماست و جلال گرامی. خبرهای کارگری که پرشماره در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، من روی دو سه تا از مؤلفه‌های مهمش متمرکز میشم. یکی دستگیری محمود بهشتی رنگرودی که معلم شناخته شده ایه در کل کشور ما، به دفعات دستگیر شده، به زندان رفته و همینطور دست به اعتصاب قضاهای سختی زده. روز سه‌شنبه ای که پشت سر گذاشتیم، یعنی 21 شهریور 96 برابر با 12 سپتامبر 2017، ریختن تو خونش گرفتن، در حالی که چند روز پیش خودش اعلام کرده بود که من وقتی موعد احضاری رو که برای من تعیین کردن برسه خودم با پای خودم میام، ولی حضرات ریختن و گرفتن. او چندی پیش طی یک نامه بقایت جسورانه
ادعاهای کذب دادگاری ناظر بر زندان رو پاسخ گفته بود و اونجا به صراحت گفت که من یک معلمم، یک فعال صنفی و عضو هیئت مدیره تشکل قانونی به نام قانون صنفی معلمانم. اعلام داشت که کدام کشور عقب افتاده جهان سومی رو شما سراغ دارین که برای معلمانش احکام این چنین ظالمانه صادر بکنه، چرا برای اینکه 14 برای او 14 سال زندان صرفاً برای فعالیت‌های صنفی و مدنی و قانونمندیش صادر کرد. خبر دیگری که خیلی خیلی در واقع قابل توجهه، در استمرار دفاع از رضای شهابی و بیشمارانی که در زندان رجای شهر هستند، بعد از ملاقات هفته گذشته همسرش ربابه رضایی با ایشون و ابراز نگرانی از وضعیت بس اسفبار جسمی رضای شهابی، سندیکا برام شد که تحرکات نوعی رو در سطح جامعه برای برانگیختن افکار عمومی پیش ببره که طبق اطلاعیه‌ای رو که در چند روز پیش به اطلاع همگان رسان، اونجا مؤکدن یادآور شد که ما تلاش ما بر آنی که روز از روز چهارشنبه، حالا یا این استمرار داره که فقط روز چهارشنبه رو برای این مهم برگزیدن، در سطح تهران بزرگ با اتخاذ تاکتیکی نو مبتنی بر این که چراغای خودشون رو روشن نگه دارن و با روشن نگه داشتن این چراغ‌ها و پایین آوردن سرعت ماشین‌ها به 20 کیلومتر، یعنی اتوبوسایی که در سطح کلان شهر تهران به حرکت در میاد، در واقع بتونن یک اعتراض مدنی رو در سطح جامعه از یک سو به نمایش بگذارن و از طرف دیگر افکار عمومی رو نسبت به این حرکت برانگیزن. و همینجا بگم که ماها دستندرکاران این رسانه خبری نگران تندرستی و سلامتی رضای شهابی و آنان دیگری که در زندان رجای شهر هستند و تلاش ما برای که اطلاع رسانی بکنیم و این دلنگرانی های خودمون رو به افکار عمومی جامعه بیش از پیش منتقل بکنیم. اینا به نظر من عمده ترین محورهای خبری هفته ای بوده که پشت سر گذاشتیم و الان تحرکات بس بیشماری در سطح کشورهای مختلف در دفاع از جان تمامی اعتصاب و غذاکنندگان هست که در کلن، در بروکسل، در مونیخ، در فرانکفورت، در گوتبوری، در استکهلم، در لندن و ای بسا شهرهای دیگری تدارکات کمپین های اعتراضی و زنجیره‌ای کردن اونها در دستور کار فعالین مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان ایران. امیر جواری ممنون، ولی می‌خواستم یه سوالی داشتم در رابطه با اینکه یه سری فراخوان‌هایی بود برای روزهای آتی، در رابطه با اونها یه اشاره‌ای داشته باشیم. اون فراخوانی که پیش روی در واقع مطالبه طلبان عمومی تو سطح جامعه هست، بازنشستگان هم که بازنشستگان کشوری و لشکری و فرهنگی و حتی بازنشستگان گروه‌بندی های دیگر اجتماعی به شکل تو امان 31 شهریور رو اعلام داشته بودن که الان تاریخ رو جلو آوردن رسوندن به 25 شهریور. اینها در طول هفته های گذشته که پشت سر گذاشتیم تحرکاتی رو در نقاط مختلف کشور به سامان بردن به شکل سراسری و در یه پیکره گسترده که دیگر بار این حرکت پیش روی اونهاست و ما امیدواریم که خبررسان و مکس بیشتری روی این حرکات بازنشستگان انجام بدیم. خود این پدیده نوعیه که به شکل سراسری تحرکات خودشون رو به سامان میبرن. امید ما برای آنی که این بار پاسخ بایسته‌تری نسبت به اون چی که پشت سر گذاشتیم و تلویزیون هم روش مکس کرده بود بتونیم برای بینندگان تلویزیون رای کارگر داشته باشیم در هفته های آینده. از جمله خبرها دیگه که در هفته گذشته بود به نظر میاد که نمیدونم شما اشاره داشتید بهش یا نه، مجمع عمومی قانون صنفی فرهنگیان در خراسان برگزار شد و کردم که خبرهای کارگری پرشماره، ولی ما از اونجایی که بحث کلیدی رو پیش روی ما داریم انتظار من این بوده که بیشتر وقت رو اختصاص بدیم به اون بحث. بسیار خب، من با سلام مجدد به یوسف آخون بحث مربوط به این سند کارگری رو شروع میکنیم.
من میخواستم اول از یوسف آقون بپرسم که اصولا نظرت نسبت به این سند چی هستش؟ یعنی به طور کلی نظرت چی هستش؟ ما خب یه صحبتی با امیر جواهری در یکی دو هفته پیش داشتیم که این مدار این طبقه بندی ها بر اساس چیزهای واقعی تری و چیزهای جدیدیه، طبقه بندی های جدیدیه و به اصطلاح با توجه به حرکات که ببینه در رابطه با معلمان بازنشستگان غیر اونا بود یه جنبندی های جدید تری تو این سند هست. بگم اصولا نظر تو در این رابطه چی هست؟ با سلام به شما و بینندگان تلویزیون راهکارگر، به نظر من برای یه کار تحقیقی در مورد وضعیت طبقه کارگر و شناختن وضعیت طبقه کارگر سند خوبیه. قبلها هم ما در این مورد داشتیم، صحبت کردیم، تأکید کردیم. تغییری که شده از نظر اینه که بدون مسئله ساختار طبقه کارگر که مسئله مهمیه در مورد کارگری ایران، بجز این به مسائل حاد طبقه کارگر، بخش‌های مختلف کارگران به شناخت دقیق‌تر از اونا تأکید شده که به نظرم بسیار 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 لازمه که ما در هر مورد بتونیم که کار دقیق‌تری بکنیم. به نظرم این برای بنیانیه برای هر کار تحریری در مورد جنبش کارگری، جنبش اتحادیه کارگری که اولا باید ساختارش رو بشناسیم ببینیم که از چه بخشهایی تشکیل شدن، ثانیا اینکه چه مسائل حادی دارن و چگونه پیوند بدیم این مسائل و اینا راههایی هستند که در واقع ما رو نزدیک میکنه به اینکه بشناسیم که مسائل سازمانیابی کارگری چه هست. به نظرم سند مثبتیه و برگه من نیاز به دقت های بیشتری هم هست، یعنی به دقیق کردن های بیشتری هست که میشه بعدا بهش اشاره کرد، یعنی در اینکه در واقع علاوه بر ساختار، علاوه بر وضعیت های شغلی، علاوه بر ساختار عاجل، علاوه بر اینها کل وضعیت کارگر ایران در یک روند تاریخی دچار تغییرات شده و مسئله حاد این تغییرات چه هست در شرایطی که ما یک با بحران اقتصادی روبرو هستیم، به هر حال در مجموع اقتصاد ایران روند مثبتی رو نداره و ثانی در رابطه با بحران در جامعه سرمایه‌داری و ثالثاً تخریبی که در اقتصاد ایران صورت گرفته و پایه‌های مادی طبقه کارگر رو، پایه‌های مادی مقاومت طبقه کارگر رو به وسیله بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران هم در صنعت، هم در آموزش، هم در بهداشت، همه چیز تخریب شده و زیر پای کارگران خالی شده و در کجا چه اثراتی بر بخش‌های مختلف کارگری گذاشته در این روند تاریخی و در اثر این چیزها. به نظر من این یک تحقیق در مورد وضعیت طبقه کارگر رو پویا میکنه، یعنی در این حرکت، بدون این حرکت به طور ایستا به طور این تحقیق شاید معنی زیادی نده، یعنی اینکه وضع یک بخش از کارگران در رابطه با وضع عموم کارگران، وضع این بخش از کارگران در انگوتشته تا به حال، یعنی این در حرکت ما بایستی که این تحقیق رو انجام بدیم، ولی مثلا تنها بایستی به تحقیق ایشتا کفایت نشد. ولی در مثلا یه خوبیه، پایه برای کار تحقیقی مبنایی که هر فعال کارگری برای آشنایی با اون بایستی همه اون جنبه ها رو دقیق‌تر بکنه و مثال دیگری هم همجوره گفتم در رابطه با حرکت هم تاریخی هم وضعیت اجتماعی. ممنون رفیق یوسف عزیز. خب این درسته، یعنی در واقع این سند منظورش هم همین بوده که شما گفتید که به هر حال
راهی رو باز بکنه برای ما و فعالین کارگری دیگه که بتونیم به اصطلاح همین کار تحقیقی رو در مورد بخش‌های مختلف طبقه کارگر داشته باشیم. و نکته خوبی بود اشاره کردی که این رو باید در چارچوب در واقع همون تخریبی که اقتصاد ایران شده و اثراتی که تو مجموعه طبقه کارگر می‌ذاره باید دید و بررسیش کرد. امیر جواری، ما تو هفته گذشته خب به هر حال محورهای مشخصی رو از این سند رو پی گرفتیم و در موردش صحبت کردیم. من میخواستم از محورهای دیگه ای رو که خب حالا تا حالا صحبت نکردیم یه اشاره داشته باشی، به ویژه به اصطلاح ما اون چیزی رو که بهش پرداختیم، مسئله طبقه بندی طبقه کارگر بر مبنای داغ‌ترین و شایع‌ترین خواستای کارگری بود. و یکی هم ما اشاره داشتیم به در مورد اینکه بسا چه امکانات و بسا پوشش‌های قانونی که اصلا میتونه در رابطه با کدوم بخش‌های طبقه کارگر وجود داشته باشه و چه اثری داره این پوشش‌های قانونی، در مورد اینا هم صحبت داشتیم. من می‌خواستم اگر در مورد محورهای دیگه، مثلا چیزی که الان به نظر من مهم هست، بر مبنای چگونگی واکنش های کارگرها در مقابل دشواری ها و اشکال مبارزاتیشون، اینو یه صحبتی داشته باشی من میشه. ببینید، من خوشحال شدم که یوسف عزیز به درستی به جنبه های مثبت این سند اشاره داشت و از جهت بازنگری نسبت به اون چی که در عرصه بازشناسی ساختار طبقه کارگر امروز با توجه به کلان در واقع اقتصادی و اجتماعی که ما باهاش روبرو هستیم، این سند میتونه به ما یاری برسونه برای بازشناسی اونها. اما اینکه نگاه بینندگان رو نسبت به اون چی که پشت سر گذاشتیم یک بار دیگر کوتاه بهش نگاه بندازم، ما تو دور اول اساساً به درک معدود از طبقه کارگر و اینکه خیلی ها از جمله بخشی از چپ، یعنی درک هنوز در چپ غلبه داره که در واقع طبقه کارگر رو فقط و فقط به کارگران یدی معدود میکنن و اون رو در مفهوم در واقع کارگر صنعتی میبینن، نتیجتاً از بخش خدمات و از سطوح اون چیزی که امروز در کف خیابان، یعنی همین نیروی عظیم بازنشستگان که تو رسوندن اخبار اولیه ما هم بهش پرداختیم، خودشون رو چکار میکنن؟ به کنار میرن. یا اساساً درک ایدئولوژیک و رومانتیک از طبقه کارگر ارائه دادن که کارگر رو به مثابه یک صخره یه پارچه دیدن و از تنوع اون چیزی که توی بحث یوسف هم بود در واقع نادیده گرفتن. یا باز توی همین مضمون طبقه ایدئولوژیک نگاه کردن، اون رو اساساً با سطوح در واقع یک حزب یا یک سازمان سنجیدن، فکر میکنن که طبقه کارگر میبایستی با این سازمان و اون سازمان، این حزب یا اون حزب خودش تعریف بکنه و اساساً بر پیکره مستقل خودش که بتونه سازمانش رو تشکیل بده، تشکلش رو ایجاد بکنه، سندیکاش رو ایجاد بکنه، اتحادیهش رو به وجود بیاره و توی شعر خیلی بزرگتر بره، فدراسیون خودش رو ایجاد بکنه، نمیبایستی بهش نگاه کردن. یا حتی درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران رو آدم میبایستی به کناری بنه و کارگران رو فقط برای افزایش مزدش تو سطح جامعه نبینه، بلکه به مسکنش هم بیندیشه، به بهداشتش هم بیندیشه، به آموزشش هم بیندیشه، به بیمش هم بیندیشه و سطوح مختلف گرفتاری و مطالباتی رو که در واقع حداقل توی این چهار دههی که حاکمیت داره بر با تمام قدرت بر سرش میزنه، اونا رو هم بتونه به اصطلاح ببینه. این به نظر من از این زاویه که یوسف این سند رو نگاه میکنه جای خودویژه‌ای داره. اما اونچه که در پرسش شما جا داشته که ما بیایم عرصه فراخنای دشواری های طبقه کارگر تو شرایط اجتماعی جامعه ما بشموریم، خب واقعیه که باید دریابیم که ما مثلا توی شرایط جامعه اونچه که توسط دولت به مسابقه بزرگترین کارفرما و اونچه که در بخش در واقع خصوصی و اون چیزی که تو بخش خصولتی همین پیکره سپاهی و آزاده ها و
اینها الان دارن مافیایی که داره صنایع کشور رو زیر مجموعه خودش کرده، کارگری که به استخدام خودش داره نمیاره که، اون رو حتما و حتما از طریق یک سطحی از قراردادها و بنگاه‌ها به خدمت میگیره. ما الان کارگران شهرداری رو که میبینیم هیچ کدام از اینها مستقیم به اصطلاح وابسته به کارشون نیست، نه از طریق بنگاه و قرارداد به همواره هم زیر فشارن. هرگاه که کارشون رو تعطیل میکنن در خیلی جاها دست به اعتراضات عمیق و گسترده میزنن، آشغال شهر جمع نمیکنن، مردم رو برمیانگیزونن. وقتی که وارد پاسخگویی میشه که کارفرما دولت طرفکار، دولت هم به عنوان بزرگترین بدهکار به کارفرما محسوب میشه. یعنی سطوح دشواری ها توی جامعه یک سطحش همین امر عدم توجه دولت به مسابقه بزرگترین کارفرما و خود کارفرما سر همین قراردادها و اشکال مختلف قراردادها، قرارداد سفید، قرارداد یک ماه، قرارداد زیر سه ماه، قرارداد شش ماه و پس لازم. یعنی بی حقوقی که بر عرصه گذران زندگی هر کارگری مستولیه و امنیت شغلی اون رو به قوی ترین شکل ممکن زیر علامت سوال میبره، این یه سر دشواری. این ما اصلا با استخدام رو نیستیم، همواره با قرارداد رو نیستیم. و خود قرارداد هم یک پیکره بیوگه تو جامعه تعریف میکنه که چندی پیش خبرگزاری مهر سندی تو این رابطه اشاره داشته که به واقع دهشتناک بوده. میخوام بگم که دشواری ها این هاست و مادامی که دولت به مسابقه بزرگترین کارفرما، بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین بدهکار به مؤسساتیه که کارگر رو از طریق قراردادها به خدمت میگیرن، مثل همین نمونه شهرداری ها که گفتن، اینها اساسا وسیله میشن که ما با سطح دادهش دشوار کارگر و کارفرما، چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی رو برو باشیم، که مسئله حقوقهای معوقه یکی از دشوارترین سطوح مزامین قابل بحث مطالبه پاسخ نگفته همه کارگران تو سطوح مختلف. ممنون جواهری. رفیق آبخون رو میخواستم ببینم که در رابطه با این بخش از سوال من، این سوالی که مطرح کردم، نظر تو بگی در چند دقیقه ای که از وقت اون باقیه که بعد بتونیم جنبندی بود. همینجوری که به امیر هم گفت، یه مشکل از درک طبقه کارگر که کیا هستن، اینجور که همینجور که تحصیل کردیم که یه بخش صنعتی دارن، اینا متحد میشن و انقلاب سوسیالیستی یا کارگری رو سازمان میدن و در واقع به شکل صخره ای هم اونا هستن. در خب حالا ما در دوره ای هستیم که همون صخره ها در همونجور که گفتم در اثر بحران، در اثر تحولات ساختاری اقتصادی و تخریب، پایه ها فرو ریختن. یعنی مثلا فرض کنید که شما یه طبقه کارگری داشته اید، مثلا 4 میلیونی در مثلا هزاران کارخانه، الان رسیده مثلا به حتی 1/10. خب این یعنی این که پایه مادی کارگر، طبقه کارگری که میخواستن سازمان بدن، البته برای هم بسیدن به خواستاتون و در جهتگیری برای اقتصاد فرو ریخته. خب این یه شناخت اساسی و پایه‌ایه. خب اون پرتغالی هایی که بیکار شده رفته، دست فروش شده، اون پرتغالی ها هست یا نیست و چه بخش، چه مقدار شده؟ این اون چیزیه که در واقع در مفهوم سیالیت طبقه کارگر ما مطرح میکنه در کاپیتان، که اینا موقعی که اوضاع خوبه تشکیل میشن، میرن هستن، بعد تو بخشهای مختلف اونجور که نیازهای سرمایه است، حالا باید ببینیم چه سرمایه داری و چه ساختی اقتصادی یا تولیدی یا تجاری یا چه بخشهایش مهمند و اینها را کاری ندارم، اینه که در دوره های را میگیرن، حتی از کار دوسته ها میارن، تو شهرها جمع میکنن و کارگرها رو تو صنعت میبرن یا تو خدمات میبرن و موقعی که بحران شد چه میشه؟ همه رو میریزن بیرون و ما اینجا تقسیم بندی میکنه. خب اینا چند مورد هستن، مثلا بخش راکت، بخش خیلی پایین، لومپن پورتا، یا بخش تازه، بخش تنت
رانده شده فلان اینا، منظورم این سیالیتی که علاوه بر این که اونو بد میبینن، یعنی مثلا فرض کنید که معلمان رو کارگر نمیدونن، یا اینکه بخشای خدماتی رو کارگر نمیدونن، کارگر اون علاوه بر این که اون اشکال عمده و اساسی رو دارن که در مفهوم ما ابدا پوتایا این نیست. پوتایا مجموعه انسان‌های زحمتکش مزد بگیرن، حالا در صنعت خدمات، حتی دستفروش ها، دورگرد ها اونا، و اون پایین پایین و اینها دزدان و ولگردان و کودکان خیابانی و غیره و غیره و غیره، همه اینا رو بخشی از میبین پوتاریا هستن و اینها رو همونجور که در روش سرمایه هست در توضیح داده ما در ارتش ذخیره کار بر اساس سیالیت اینها در دورهای بحران فرو میریزن، اینها رو میریزن بیرون و اینها به وحشهای مختلفی تقسیم میشن، کسانی که منتظرن، کسانی که برمیگردن به اوتا، اصطلاحا بعضی ها اصطلاحای دیگه یا درست یا نادرست به کار میبرن برای این که به اون کاری ندارن، ولی در این سیالیت، در این حرکت مفهوم طبقه کارگر رو هم اگر نفهمیم، در واقع بدون مسئله ساختار اینا با کمکی به انزاز درک مفهوم طبقه کارگر و مبارزاتش و خواستاش و سازماندهیش نخواهیم داشت. به نظر من نکته کاملا مهمیه، ولی امیدواری‌های خیلی زیادی هست به تشکیل در جنبش کارگری ایران، همین که معلمان سازمان میپذیرند و از کارگران بخش‌های دیگه خودشون به عنوان کارگر دفاع میکنند. بعد مسئله این که آمیزش اینها با بخش‌های حاشیه‌ای مردم در محلات زحمتکشی، اینها اونها امیدهای رو ایجاد میکنه، و اینکه فقط محدود به مبارزه اتحادیه‌ای برای دستور نیست، الان به خصوص با تغییرات ساختاری سرمایه‌داری در سطح جهانی و بحران سرمایه‌داری که باعث همین ریزش‌ها و سیالیت‌ها میشه، و ثالثاً تحریبی که به ویژه همونجور که رفیق امیر توضیح داد، به ویژه به وسیله دستگاه حاکمیت عقب‌مانده ولایت فقیه صورت گرفته، اونجور که اشاره کردم از کجا ما به کجا ریخته ایم. یعنی اینکه مثلا فرض کنید که در مورد کره، ما صادراتمون که ما با هم شروع کردیم از 40-50 سال پیش، مثلا صنعتی شدن فلان، الان کشور کره که 1/4 جمعیت مردم سرزمینی ما رو داره، 25 برابر کشور ما تولید میکنه. خب این یک طبقه کارگری رو ایجاد میکنه. حالا حساب کنید که یک کشوری با این عظمت، یک 25 کره، 1/4 مثلا فرضون ترکیه یا کشورهای مشابه سقوط کرده دیگه. این سقوط رو در درک طبقه کارگر باید بفهمیم، و این سقوط دیگه معلومه که به کارگران صنعتی اینا محدوده، که اونا کارگر بودن ریختن حالا دستفروش شدن، یا معلم هایی که، یا اصلا کارگرانی که در واقع کارگران مثلا فقط در بطرا یدی نیستن، فکری هم همه تحصیل کردن، 45 درصد همه تحصیل کرده های بالا در کارخونه ها کار می کنن، همی الان بعضی ها لیسانس هستند، بعضی ها دکترا دارن. این در همجوشی بخش های مختلف طبقه، حالا اون دکتری که مثلا دکترای جامعه شناسی داره، شما به عنوان یک گوشفه که در حاشیه محکومش هم می کنید، حالا داره در کارخانه صنعتی داره بارکشی می کنه. خب این، یا مثلا فرضون همون دکتر داره راننده تاکسی در همون راه کار میکنه، یا کامیون خریدن فلان و اینا. منظورم این تحولات، این سیالیت باید مورد بررسی قرار بگیره، و درک ما منظور درک چپا ما هم شامل بوده، این درک پویا و درک همه جانبه ای از طبقه کارگر، حتی بر پایه آموزش هایی که ما رو به عنوان چپ معرفی میکرده نیست، پایه های آموزشی مقدماتی از درک پوتاریا، که مثلا اگر بخواییم پیدا کنیم نمونه هاش رو بتونیم مثلا فرسون در کاپیتال ببینیم. به نظر من این تأکیدات خوبه، همونجور که گفتن ما رسیده این به جنبش کارگری ما که محدود به کارخانه ها نیست، باید که یا شروع کرده قدم به قدم به یک تظاهرات مدنی در رابطه با خواستهای طبقه کارگر، یعنی تأمین زندگی، تأمین اشتغال، شغل،
و پرداخت اونها، یعنی تامین زندگیشون، نونی بدید که بخورن، اینها زنده باشن و در این جامعه کار بکنن. حالا چه کاری؟ حالا معلومه که اون صنایع و بستن کاری در اونجا نیست و حالا دستفروشی فران و کارهای مختلف و چیزها و مسائل همیشتر یعنی برها تحکیدات و منظورم تحکید اینجا بود که به یک تظاهرات عمومی مدنی در رابطه با جنبش کارگری منجر شده، مثل همه کشورهایی که مثلا در آمریکای لاتین ما اینیم که جنبش کارگری وارد مرحله به واسطه همین تغییرات ساختاری و تحولاتی شده، وارد مرحله تازه از مبارزات کارگری شده که خودش رو به شکل تظاهرات مدنی شهری کارگری نشون میده. این خود به اصطلاح این مسئله جدیدیه و چشم به اصطلاح شروع و نقطه آغازش رو در جنبش پیوند جنبش معلمان در مدرسه‌شان قیام های کوچک شهری در حاشیه ها و فلان اینا میبینیم که نقاط امیدوار کننده ایم که امیدوارم در فرصت های بعدی بتونیم که این رو بیشتر باز بکنیم یا کار بکنیم، کار تحقیقی بیشتری در این رابطه. دیگه همین. ممنون یوسف آخون عزیز. رفیق امیر، در یک دقیقه من میخواستم اولا جنبندی بکنیم، بعدش هم با توجه به اینکه وقت برنامه امروزمون محدودیت داریم، ما اولا میخواستیم یه قولی بگیریم که در هفته آینده این بحث رو دنبال بکنیم، یعنی بحث جالبی رو رفیقمون آبخون الان مطرح کرد، این بحث رو دنبال بکنیم یه مقدار با جزئیات دقیق‌تری و از شما خواهش میکنم که اینو جنبندی، یه جنبندی از این جلسه. جنبندی دشواره. من خواستم در استمرار بحث آبخون که او از دستفروشان صحبت می‌نمود، من بحث روشنی رو که امروز تحت عنوان کولبرم تو جامعه است و گرایش اساسا اون رو کارگر نمیدونه روش تاکید بورزم، با توجه به شمای عمومی که از سرمایه یا به عبارت یا کاپیتال مارکس ده های هزار نفری که همین روم هم اینک به کار پر به خاطره کولبری مشغولن توشون تحصیل کرده ها هم هستن، جزی از محروم ترین بخش طبقه کارگر کشورن، بیکاری، فقر گسترده، نیافتن هیچ کار دیگه، نبود سیستم تأمین اجتماعی برای سیر کردن شکم خودشون و خانوادهشون، روی به کار پرمخاطره و بسیار مشقت بار کولبری آوردن. ما تمام قد از این نیروی بزرگ انسانی در خطه بزرگ جغرافیای کردستان و همینطور آنانی که در سیستان و بلوچستان در نوار مرزی به کولبری در واقع بردن باک های بنزین مشغولن، قویاً پشتیبانی و حمایت میکنیم و این حمایت نه از سر اینی که امروز داره آوار بر سر اونها میریزه یا اومدن دست به یک اعتصاب بزرگی در بانه و سردشت و میانه و مهاباد و سرندشت داره میکنن، نه، از موقعیت اونها به عنوان یک نیروی عظیم اجتماعی که به این شکل موجودیت اینها در شرایط اجتماعی جامعه‌ای که در واقع ولایت فقیه همه عناصرش مستولیه نادیده گرفته میشه. من امیدوارم که بتونیم پیکره عظیم این بحث رو در گفتگوهای بعدی به شکل همین میزگرد با حضور رفیق گرانمایه‌مون یوسف دنبال بکنیم. بسیار سپاسگزارم از بینندگان شما که در این میزگرد شرکت داشتید و در اینجا به پایان برنامه مجله کارگری این هفته مون رسیدیم. در هر کجا که هستید شاد و سهل. شرایطی که جمهوری اسلامی نسبت به هر اقدام مستقل توده‌ای به شدت حساسیت نشون میده و به قلقمش میپردازه، حرکت باشکوه مردم در برخی از شهرهای کردستان حاوی نکات ارزنده‌ایه که همکارم نادر فولادی به اونها میپردازه. هفته گذشته بار دیگه شاهد انتشار خبر قتل کولبران بودیم. این بار دو تن از کولبران در شهر بانه کردستان به ضرب گلوله مرزبانان جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. پدیده‌ای که متأسفانه چیز جدیدی نبود و بارها و بارها در طول سالهای گذشته شاهدش بودیم و
ده ها قربانی به جای گذاشته. در واکنش به این جنایت اعتراضات گوناگونی رو در نقاط مختلف کشور شاهد بودیم، از جمله در بانه و سنندج تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای از طرف مردم برگزار شد و در سایر نقاط کشور هم ده‌ها تشکل و سازمان سیاسی و مدنی و افراد به اشکال مختلفی نسبت به این جنایت اعتراض کردند. در همین رابطه گفتگوی خواهیم داشت با رفیق عزیزم نادر فولادی. با سلام به رفیق نادر. منم سلام دارم به رفیق عزیزم داریوش ارجمندی و بینندگان عزیز. من قبل از هر چیزی دوست داشتم یه مقداری توضیح بدید با توجه به شناختی که در مسائل منطقه کردستان، اینکه اساساً پدیده کولبری چی هست و به چه کسانی کولبر میگن و چرا گروهی به این کار، به این شغل به اصطلاح تن میدن؟ آیا واقعا اینقدر سودآور این شغل که عده‌ای حاضرن جون خودشون رو و آینده خانوادهشون رو به خطر بندازن به این دلیل؟ و به طور کلی چه عواملی باعث میشه که عده‌ای علی رغم این خطرهایی که چنین شغلی در بر داره به اون مبادرت ببرزن؟ ببینید، در مناطق مرزی استانهای کردنشین بر اثر نبود شرایط اشتغال و فقر و بیکاری، تعداد زیادی از جوانان و مردم این مناطق ناچارن از طریق کولبری امرار معاش میکنن و ناچارن که این کار بسیار سخت و طاقت فرسا و پرخطر انجام بدن. اون راه دیگه برای امرار معاش ندارن و در واقع اگر راه دیگه بود، کسی واقعا داوطلبانه حاضر به پذیرش این کار به عنوان شغل نمیشد. این کار یا شغل اجباری به خودی خودش هم سخته، هم طاقت فرساست و همین که همواره در معرض خطراتی همچون سقوط از کوه و در زمستان هم به خصوص ریزش بهمن و از دست دادن اموالشونه. مدت هاست که شلیکای مستقیم مرزبانان مناطق مرزی هم به اون اضافه شده که غیر از خطر از دست دادن اموالشون، جانشان هم همیشه در معرض خطره. بعدش وسایلی که این کولبرا از طریق مرزای کوهستانی انتقال میدن عمدتاً وسایل الکترونیکی، لاستیک ماشین، پوشاک و وسایلی از این قبیل. دولت به این کولبرا میگه قاچاقچی، ولی اینا سر ناچاری این کار سخت و پرخطر انجام میدن، ولی در مقابلش قاچاقچیان اصلی این کالاها در واقع کسایی هستند که بازرگانان و تجاری هستند که از راه های اصلی مرزی و با کامیون و در مقیاس بسیار بزرگی این کار رو میکنن. اینا هم کسانی هستند که عموما منصبت های رسمی حکومی، حالا یا نظامی یا امنیتی دارن و در مقیاس بزرگی خودشون مبادرت به مدیریت عبور کاملا سهل این اجناس و کالاها میکنن و سودهای کلانی نصیبشون میشه، ولی کولبران مرزی برای تأمین نان شبشون باید از جان خودشون مایه بذارن. در بین این کولبرا جوانانی پیدا میشن که تحصیل کرده دانشگاهی هم از سر ناچاری این کار دارن میکنن، یا پیرمردایی هستن که مدت هست و سال هست که این کار پرمشقت رو انجام میدن، دیسک کمر دارن و با قامتی خمیده برای خرید نان فرداشون و برای تأمین زندگی خانواده هاشون مجبورن باز هم و باز هم کولبری کنن. و در واقع کولبر به معنای واقعی کلمه میشه گفت باربر جانداریه که مقداری بارو در شرایط بسیار سخت دارد و خطرناکی به یه نقطه دیگه هم میکنه، یعنی زندگی امروزشو میفروشه برای نان فرداش. با توجه به این توضیح رو میدونید تفاوت آنچنانی، حالا خارج از این قضیه وحشتناکی که هست، یعنی اینکه خطر شلیک گلوله از طرف مرزبانان، از اینکه بگذریم، همین شرایط بسیاری در نقاط
دیگه کشور هم دارن، از جمله نقاط مرزی مثل بلوچستان یا خوزستان و اینا، و حتی در شهرهای مرکزی هم میبینیم که مثلا دست فروشانی که به قول مقامات جمهوری اسلامی به فروش کالای قاچاق یا به شکل غیر قانونی کار میکنن، حتی اونا هم از جانشون در خطر. همین چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه شاهد این بودیم که یکی از دست فروشان که میخواست مقابله بکنه با مصادره وانتش به وسیله مامورین جمهوری اسلامی به قتل رسید وسط خیابون توی یکی از شهرهای مرکزی. یعنی این مشکل اساسی عمومی هست در همه نقاط کشور ایران. با این وجود هستند جریاناتی که تلاش میکنن این قضیه رو به نوعی به یک موضوع خاص کردها محدودش بکنن و مسئله رو به نوعی مسئله کردی تلقی میکنن. در این رابطه چه نظری دارید؟ فکر میکنید که آیا این برخورد به مسئله کولبرها و جنایت جمهوری اسلامی در قبال اونها، آیا این برخورد اصولی است یا باید شکل دیگه ای رو برخورد کرد؟ والا همونطور که خود من گفتید این مسئله فقط مربوط به کردستان نیست، در بلوچستان هم بخشی از جوانه بلوچ برای فرار از فشار بیکاری و برای درآوردن لقمه نانی با وانت بنزین میبرن اون طرف مرز و گاهن هدف شلیک مرزبانان قرار میگیرن و جانشون از دست میدن. و در واقع میشه گفت که هم در کردستان و هم در بلوچستان بروز این حوادث حاصل اون نگاه امنیتی رژیم اسلامی به استانهای مرزیه. رژیم اسلامی به جای حل مسئله اشتغال و ایجاد شرایط زندگی انسانی برای جوانان، شرایطی فراهم کردن که بسیاری از مردم مجبور به کارهایی از قبیل کولبری در کردستان و یا حمل بنزین به اون طرف مرز در بلوچستان میشن و بعد اینا رو میارن در این مناطق به اسم حراست و پاسداری از مرزهای کشور به رگبار میبندن. همونطور که میدونید کردستان و بلوچستان جز به محرومترین مناطق کشور بوده و شرایط اشتغال در این مناطق خیلی ناامواره، ولی به دلیل وجود طاعون جمهوری اسلامی در ایران مشابه همین شرایط کاری رو بخش زیادی از مردم زحمتکش و محروم ما در سراسر ایران هم دارن. مگه در تهران و یا شهرهای دیگه بخشی از جوانان تحصیل کرده دانشگاهی مگه نمیرن که دست فروشی کنن همونطور که خودت هم گفتی، یا حتی عده‌ای از سر فقر و نداری و برای تأمین لقمه نانی برای خانواده‌شون اعضای بدن خودشون رو به فروش نمیذارن؟ بنابراین در مورد توده‌های کار و زحمت فرقی نمی‌کنه که در کدوم نقطه از کشور باشن، همه اونا شرایط یکسانی در زندگی دارن و برای لقمه نانی دسترنج خودشون رو به قیمت ارزانی می‌فروشن. و به این اعتبار مسئله کولبرها در کردستان و جوانان بلوچ در بلوچستان مسئله است مربوط به تمامی زحمتکشان و کارگران ایرانه و مسئله نیست که جدا باشه از مسئله کارگران و زحمتکشان سراسر ایران و مبارزه همبسته اونا برای رهایی از استبداد و بهره کشی. سپاس رفیق نادر فولادی، پیروز باشید. بینندگان عزیز از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر از تلویزیون لایک کارگر هر جا که هستید شاد و سرحال باشید.